با درود خدمت همراهان همیشگی، روی صحبتم بیشتر با علاقمندانی هست که تو حوزه‌های ارتوپدی، آناتومی و توانبخشی علاقه دارن که مشغول کار بشن. امروز یک کیسی رو میخوام براتون مثال بزنم که به ما مراجعه کردن و ما چندین مدالیته درمانی رو براشون انجام دادیم و نتایج خیلی خوبی رو گرفتن. حالا بد نیست که این رو هم با شما به اشتراک بذاریم و یک سری اصطلاحات و ترمینولوژی که میتونه به شما کمک بکنه که ارتباط بهتری رو با یک متخصص ارتوپد یا یک جراح داشته باشید و اوردری رو که به شما داده برای حالا پروسه توانبخشیش رو بهتر و دقیق‌تر اجرا کنید. خب ما کیس رو خدمتتون بگیم که ایشون یک آقای 25 ساله بودن که به ما مراجعه کردن و از ناحیه مفصل انگشتان دستشون، علاوه خصوص انگشت کوچک، دچار کشیدگی و یه مقدار پارگی جزئی در تاندون ها شده بودن و قادر به خم کردن این مفصل نبودن. که من حالا بد نیست یک توضیحی رو خدمتتون بدم از نظر حالا رپورت های امارایی که خدمت شما میاد که این ناحیه که به اصطلاح کارفال هست مشخصه تو امارای که اگر استخوان های کارفال باشه و مفاصلشون باشه برای شما می نویسه دقیقا و اسامیش رو باید حتما به خاطر بسپرید که من سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی تک تک اینها رو برای شما توضیح بدم. این ناحیه 5 تا استخوان داریم به نام متاکارپال، به استخوان‌های کف دستی و اینجا شروع میشه 14 تا استخوان یا بندهای انگشتان هست که استخوان‌های انگشت هستن که اینها مفصل میشن با متاکارپال ها و از نظر آناتومیکی و شمارش ما باید اینها رو حتما بدونیم که انگشت شست یا پام رو با شماره یک حروف یونانیش به اصطلاح نشون میدن و همینطور انگشت اشاره و چیز 2, 3, 4 و 5. این از نظر اینی که مشخص بشه کدوم انگشت هست برای شما و از نظر اینکه کدوم بند هست، اینها هر کدوم اصطلاحات خاص خودشون دارن. اولین مفصلی که انگشت با استخوان کف دست مفصل میشه متاکارپو فالانجیان جوینت هست که با ابریویشن و علامت اختصاری MCP این رو مشخص میکنن و مفصل بعدی که بین خود فالانج ها و انگشتان تشکیل میشه تحت عنوان پروکسیمال اینترفالانجیال جوینت هست یا PIP و مفصل آخر دیستال اینترفالانجیال جوینت هست یا DIP و همونطور که میدید ما برای ایشون از گرستون تکنیک کار کردیم. گرستون تکنیک بسیار بسیار فوق‌العاده عمل میکنه در از بین بردن ادهیشن و چسبندگی که برای تاندون های ایشون به وجود اومده بود و ایشون قادر نبودن که مفصلشون رو کوچکترین حرکتی بدن. پس ما در درجه اول از اینسترومنت برای ایشون کار کردیم، گرستون تکنیک، ماساژ، موبیلیزیشن تکنیک، اونها رو تمام انجام دادیم و بعد همینطور که الان دارید میبینید ما یک سری تمرینات قدرتی
با توپ مدیسین بال به ایشون دادیم که یه مقدار افزایش قدرت داشته باشیم و رفته رفته رفتیم تمرینات رو سمت تمرینات فاین و خیلی ظریف، که توی این تمرینات فاین هم در ابتدای یه مقدار به چالش کشیده شدن و بعد رفته رفته دیدیم که چقدر قشنگ میتونن این تمرین رو حالا انجام بدن و حالا جلسات بعدیشون امیدواریم که بهبودی بهتری رو ازشون داشته باشیم و رنج آف موشن و افزایش دامنه حرکتیشون بهبود پیدا کنه. زچه اون اسپرازه چه دو اسپرازه چه